یک جوان شیعی اهل کشور چک و از دانشجویان برتر در رشته پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا پس از آنکه به مذهب تشیع تشرف یافت توسط نیروهای امنیتی آمریکا بازداشت و شکنجه شد اسکات جان ویتکوویچ که مشاور تزهای پی اچ دی در دانشگاه هاروارد نیز بود در نتیجه تحقیقات خود درباره اسلام به حقانیت مکتب تشیع پی برد و شیعه شد شش ماه بعد ماموران امنیتی آمریکا به جرم گرایشات تروریستی و احتمال ارتکاب جرایم مرتبط در آینده او را بازداشت کردند دارایی های او را ضبط کردند و جایگاه اجتماعی و علمی او را گرفتند این دانشجوی نخبه شیعه هفت سال و نیم در معرض شکنجه های از قبیل تحقیر نگهداری در سرما و متصل کردن زنجیرهای سنگین به اعضای بدد قرار داشته و بعد از چندی به شرط بازگشت از اسلام به وی پیشنهاد جایگاه قبلی شده ولی وی نمیپذیرد. آمریکایی ها بعد از ناامیدی از همکاری اسکات ویتکوویچ او را از آمریکا اخراج کردند و به کشور چک فرستادند اسکات میگوید از خواندن نهج البلاغه به یاد داشتم که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرمایند اگر نمیتوانی قدرت و تحمل داشته باشی به آن تظاهر کن شاید در آخر بتوانی آن را به دست بیاوری بنابراین زمانی که قدرتی نداشتم فقط به این جمله فکر می کردم و همین کسانی که مرا تحت فشار قرار می دادن و یا شکنجه می کردن را عصبی می کرد.